سازمان ملل متحد در کمپینی 30 ژوئن 9 تیر ماه را روز سیارک اعلام کرده است. هدف از نامیدن چنین روزی آگاهی دادن به مردم جهان در مورد خطر سیارک هاست. در میلان دانشمندان ایتالیایی تلسکوپ جدیدی را تولید کردند که می توانند این اجرام آسمانی خطرناک را به سرعت در فضا تشخیص دهد. فرشته رستگار گزارش می دهد. برخورد سیارک به زمین می تواند بسیار مخرب و مهلک باشد. در سال 2013 سیارکی به طول 45 متر و وزن 130 هزار تن از 27 هزار کیلومتری زمین عبور کرد. اوایل ماه ژوئن امسال سیارکی وارد اتمسفر زمین شد و سوختن آن در فضای بالای بوتسوانا آسمان شب را روشن کرد. این سیارک فقط چند ساعت قبل از برخورد به اتمسفر زمین مشاهده شده بود. آژانس فضایی اروپایی به منظور مشاهده سیارک‌هایی که ممکن است عازم زمین باشند، تلسکوپی را تولید می‌کند که قادر است اجرام آسمانی خطرناک مانند شهاب سنگ و سیارک را در فاصله زیادی از زمین مشاهده کند. This instrument can detect an object like a tennis ball. این تلسکوپ می‌تواند جسمی به اندازه یک توپ تنیس را که در 1000 کیلومتری با سرعت 10 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند شناسایی کند. After 10 detection we can calculate the orbit. این تلسکوپ به نام فلای آی یا به عبارتی چشم مگس با تقسیم هر تصویر به 16 تصویر کوچکتر حوزه دید خود را وسعت می بخشد، کاری که چشم مگس انجام می دهد. انتظار می رود اولین تلسکوپ فلای آی تا اواخر سال آینده در سیسیل نصب شده و شروع به کار کند. در مجموع 4 تلسکوپ در 4 نقطه جهان نصب می شود و اطلاعات آنها به مرکزی برای جمع‌آوری اطلاعات سیارک ها فرستاده خواهد شد. With such a large field of view, you can map. با چنین حوزه دید وسیعی تلسکوپ می تواند بخش وسیع از آسمان را به سرعت نقشه برداری کرده و دست کم 3 بار در شب آسمان را اسکن کند. روز سیارک اولین بار در سال 2015 شناخته شد و این روز امسال مصادف با 30 ژوئن هفته تیر است.